برای بررسی این موضوع از افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان دعوت کردیم تا توضیحات بیشتری را در این رابطه ارائه دادن. آقای افضل رضا، سلام و عرض ادب. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی و همچنین بینندگان محترم شبکه امام حسین علیزاده. ممنونم، تشکر. آقای افضل رضا، به نظر شما آگهنده مسلمانان در صورت انتخاب مجدد مودی به نخست وزیری هند چگونه خواهد بود و آیا با توجه به افرادگرایی دولت او مسلمانان عملا از نقش آفرینی و تصمیم گیری های کلان حذف خواهند شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همچنین که در گزارش شبل همکار عنوان کردن، مرحله اول انتخابات بزرگ اصطلاح یک کشور بزرگ دموکراسی در هند 10 روز پیش به پایان رسید و قرار است دومین مرحله اون فردا یعنی هفتم ماه می برگزار شود. خب جامعه مسلمانان هند آینده روشنی در انتخابات و یا تعیین سرنوشت برای خودشون با وجودی که یک کشور بالای 250 میلیون یا 300 میلیون نفر هستند نخواهند داشت. با توجه به سابقه تاریک دولت فعلی رژیم ناریندرا مودی در سرکوب مسلمانان و تغییر و تلاش برای تغییر بافت جمعیت مسلمانان در مناطقی که اکثریت برای اونا هستش مثل کشمیر اشغالی، معتقد نیستیم که یک آینده روشن برای مسلمانان باشد. شما شاهد بودین که حتی در همین بحبوحه برگزاری انتخابات ناریندرا مودی نخست وزیر هند و این حزب بسیار افراطی و نژادپرست ملی حزب ملیگرا همین بهاراتی اجندا چند هفته گذشته به رقبای مسلمان خودشون حمله کردن و آنان را دوباره به عنوان یک اقلیت بسیار ریز تشبیه میکرد. مثلا آقای مودی در یکی از این سخنرانیش گفته بود که به مسلمانان را متهم کرده بود به نفوذی بوده و اینکه اینا را تحقیر کرده بود، کنایه از اینکه آنان فرزند بیشتر میبوده. این جملات بسیار جنجال برانگیزی نخست وزیری که شاید تمام اختیارات این انتخابات دست خودش باشه و تمام پیشبینی حاکی از این هستش که دوباره این رژیم قراره بر سر قدرت بیاد، واقعا جای تعجب داره که چرا سازمانهای به اصطلاح حقوق بشری و اون مدعیان دفاع از حقوق آزادی مذهبی، آزادی بیان، آزادی قلم، چرا سکوت میکنه درباره این رژیمی که فقط و فقط یک نجات پرستی و برتری هندو بودن رو داره در این کشور بیش از 1 میلیارد که جمعیت از چین هم گذاشته کنار چرا ساکت هستن؟ متاسفانه در بحبوحه همین انتخابات ما شاهد سرکوبگری ها علیه احزاب مسلمان بیش در منطقه کشمیر اشغالی و سرینگر هم هستیم، جایی که رژیم مودی به اصطلاح داره به جامعه جهانی نشون میده ما یک دموکراسی بزرگ هستیم، اما همین حزب حاکم از چه بسا از یک جمعیت اقلیتی در یک منطقه محدود که شاید 1 میلیون مسلمان داشته باشه یا 2 میلیون داشته باشه، باعث ترس میکنه مسلمان اونا رو تحت سرکوب قرار میدن. جای تعجب هستش که به عنوان یک کشور مدعی دموکراسی بزرگ حاضر نیست برخی رسانه‌های بزرگ این کشور که متاسفانه تحت دیکته‌نویسی رژیم فعلی هند هستن حق مسلمان رو تضییع کنه و تلاش دارن با لاپوشانی سرکوبگری علیه اقلیت‌ها، نه صرف مسلمانان بلکه سیک‌ها و مسیحیانی که در این کشور هستن نیز تحت آزار افراطیون هندی قرار دادن. بله، با تشکر از افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان که برای بینندگان عزیز ما در این زمینه مطالبی بیان داشتند.